سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از توضیحات علیرضا دبیر در مورد اخراج خبرنگار از جلسه. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. علیرضا دبیر چهره ورزش کشتی ایران که رئیس فدراسیون کشتیه در هفته‌های اخیر حواشی بسیار جنجالی داشته. اون که توی اولین جلسه وزیر ورزش آقای سجادی در وسط جلسه نماز مستحب بخوند و فیلمش در فضای مجازی منتشر شد که بعدش با برخورد شدید دبیر و توضیحاتش که مورد حمایت حکومتی ها قرار گرفت و خیلی ها هم اون رو ریاکار دونستن که توی یه نشست خبری از خودش دفاع کرد و مثل همیشه همه چیز رو گردن ضد انقلاب ها انداخت. هنوز مدتی از اون ماجرای نماز مستحب خوندن وسط جلسه نگذشته بود که علیرضا دبیر در مصاحبه‌ای به پهلوان رسول خادم تاخت و حرف‌های نامربوطی رو در مورد ایشون زد. این رئیس پرحاشیه فدراسیون کشتی ایران که اگر نتایج نسبتاً متوسط المپیک 2020 و نتایج کشتی آزاد در قهرمانی آسیای اخیر رو کنار بگذاریم، در مجموع نتایج خوبی رو در دوران ریاستش برای کشتی ایران به دست آورده، اما رفتارها و موضوعات حاشیه‌ایش غیر قابل کتمانه که هر از چندگاهی باعث واکنش‌های گاه و بیگاه رسانه‌ها و افکار عمومی میشه. حالا هم با حمله به پهلوان رسول خادم، رئیس سابق فدراسیون کشتی و سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد و البته اولین دارنده مدال طلای المپیک ایران بعد از انقلاب 57 حمله کرد. اون این دفعه با ادبیاتی بسیار تند رسول خادم رو متهم به وصل شدن به ضد انقلاب ها کرد و همچنین گفت که زمان ثابت میکنه که چه کسی خادمه و چه کسی خائنه، که این حرف های تند اون واکنش های بسیار زیادی رو داشت و افراد زیادی از پهلوان رسول خادم حمایت کردند. اون در مورد نماز خوندنش هم گفته همیشه نماز خوندن من رو همه مسخره می‌کردن. همیشه مورد انتقادات و هجمه های زیادی قرار گرفتم. نماز خوندن من فقط برای خداست. ارتباط با خدا چه ربطی به پاچه خاری و ریا داره؟ مردم ما باید یاد بگیرن که قضاوت درباره رفتار و اعمال دیگران رو به خدا بسپارن. چند ساله که دارم این تهمت ها رو میشنوم و همیشه امیدوارم اعمالم مورد قبول خدا قرار بگیره. ما نمیتونیم نیت کسی رو بخونیم. حرف بزرگان همیشه این بوده که رضایت خدا رضایت بنده خدا رو هم به همراه داره. اما رضایت بنده خدا همیشه رضایت خدا رو به همراه نداره و همیشه درست شدن حواشی برای خودش رو تقصیر شبکه‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب میندازه. علیرضا دبیر در مجمع هیئت کشتی مازندران داشته از تواناییش در صحبت کردن به زبان مازندرانی صحبت می‌کرده که این موضوع با واکنش خبرنگاری مواجه شده و اون به رئیس فدراسیون کشتی گفته مسخره می‌کنی، که در ادامه علیرضا دبیر به اون بدجوری توپید و اونو از جلسه اخراج کرد. آقایون، منظور شما صحبت کردن کشتی مازندران زیر به کرمون بردنه، ولی از سال 67 من دارم با مازندرانی زندگی میکنم. دعوای آبابولی ها و سالبی ها رو میدونم، شوشری ها چالوسی ها رو میدونم، اونو میدونم، همه چی رو بلدم، کاملا لهجه مازندرانی رو میفهمم. 30-40% هم اصلا آقایی ها میدونم، آقای کامرانی ها بشه حرف هم میزنم. نه به خدا، مسخره چی کنم؟ من شوخی داریم، من با شما شوخی دارم، نه مسخره. بله؟ شما یه نیت خونی برادر من اصفایی از جمع بکن به نظرم. نه از من از جمع اصفایی کن، چون حرف رو بعد میزنیم، ما شوخی داریم و بی خود تو کنی حرف رو میزنیم، چه حرف میزنیم؟ بفهمید بیرون از جلسه، بفهمید بیرون، آقای راست بیرون کن، من رئیس مجمع بفهمید بیرون، بفهمید بیرون، بفهمید بیرون برادر من، آقای اسم بفهمید بیرون، بفهمید بیرون. مسئله شما شوخی دارم با شما میگی مسئله میکنی؟ خب از چی؟ نه بفهمید بیرون، نرکیه، نرکی شرط نمیزنی، آقای چی بفهمید بیرون، من صحبت نمی کنم تا شما برید بیرون.
سری هم همینجوری یه آدم بیرفت اومد یه همچین کاری کرد که یادتون چیز شرمی واسه ما درست کردن تو مازندران علکی علکی. حالا هم مجمع هیئت کشتی استان مازندران با انتخاب امید شایگان به پایان رسید، اما حواشی این مجمع با واکنش فدراسیون کشتی به جنجال علیرضا دبیر رئیس فدراسیون همچنان ادامه داره. دبیر که توی یک کشمکش در نهایت خبرنگاری رو از مجمع انتخاباتی اخراج کرد، حالا با بیانیه فدراسیون مطبوع خود تطهیر شده. توی بیانیه فدراسیون کشتی اومده که علیرضا دبیر به عنوان رئیس مجمع از اختیارات خودش استفاده کرد و خبرنگار رو اخراج کرده. توی بخش دیگه هم به این موضوع اشاره شده که اصل حضور اصحاب رسانه با لطف علیرضا دبیر در مجمع صورت گرفته و لزومی به حضور خبرنگارها نبوده. متن بیانیه به این شرحه: حضور خبرنگاران در مجامع انتخاباتی با موافقت رئیس مجمع انجام میشه و شاهد این بودیم که مجامع انتخاباتی ورزشی در گذشته بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شده. با توجه به اهمیت مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان مازندران و حسن نیت فدراسیون به منظور احترام به جایگاه مهم اصحاب رسانه و اطلاع رسانی صحیح در کشتی کشور، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به عنوان رئیس مجمع اجازه حضور خبرنگاران توی این مجمع رو داده بوده. امروز هم ویدیویی منتشر شده و علیرضا دبیر در این مورد توضیحاتی داده که با هم می‌بینیم. از کنم که خب بسم الله الرحمن الرحیم، میدونی که مجامع فدراسیون اصلا بدون خبرنگار باید باشه، ولی من اجازه دادم، گفتم این خبرنگارا بذارید باشن، خودم خواهش کردم از حراست، از عدالت گفتم باشن و حالا یه دوستان اومدن واقعا محبت کردن همه خبرنگارا. حالا من نمیدونم این بنده خدا خبرنگار بوده نبود، من داشتم صحبت میکردم دفعه فکر میکنم رسید به جایی که گفتم که من 30 سال با مازندرانی دارم زندگی میکنم و میدونم فرهنگا رو، میدونم اختلافاشون رو، میدونم مثلا با کی اختلاف دارن شهر به شهر، همه اینا رو من میدونم و اینا، حتی لهجه مازندرانی من متوجه میشم. بهشون مگه گفت مسخره میکنی؟ من یه دفعه من برخورد، اصلا من این اخلاقا ندارم که کسی رو مسخره بکنم و بالاخره این بازی ها هست دیگه، که من به ایشون خیلی ناراحت شدم. من رئیس مجمعم، رئیس جلسه‌ام، خیلی محترمانه بهشون گفتم پاشو از جلسه برو بیرون و می‌خواستم یه بامبول اونجوری درست کنم، حالا اینجوری درست کنم، اصلا مهم نیست. مهم اینه که جلسه امروز خوب برگزار شد. ایشون بعد می‌فهمید حرف بی ربط نباید زد. یعنی چی واسه صحبت من میاد میپره میگه که داریم مسخره می‌کنیم؟ من امروز ما اجازه داریم که سو مسخره کنیم؟ یعنی چی؟ و خیلی ان شاءالله آقا یالی. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.